مزد ممنونم که وقتی و در نظر گرفتی خواهش تا بتونیم اینجا در دفاتر نجات بخش نیویورک با هم صحبت کنیم فکر نمی کنم قبلا اینجا آمده باشم ازت ممنونم امشب قرار برنامه های دیگه هم با هم داشته باشیم اما الان می در مورد مهم. تقدیس و قداست صحبت کنیم این موضوع مهمیه به خصوص که با انجیل و انگیزه در درسته. ارتباطه درسته. حالا بگو چطور دوست داری در موردش صحبت کنی؟ میخوام اینو بذارم به اختیار خودت وقتی به تقدس و قداست فکر میکنی دوست داری چه توضیحی در موردشون بدی؟ این از نظر تو چه اهمیتی دارن؟ خب میدونی من همیشه میگم که من کاملا به چیزی که مردم اصلاح شده بهش میگن سومیم کاربرد شریعت اعتقاد دارم حتی با اینکه من یه مسیحی هستم و توسط انجیل نجات یافتم هنوز مجبورم کتاب شریعت باشم اما این امر مستلزم هم قداست و تغییر درونی و هم عدالت و رفتار بیرونیه من میگم کاری که انجیل میکنه اینه که به من انگیزه های خاص و کاملا تازهی میده من قبل از اینکه انجیل رو درک کنم شاید سعی خودم رو برای پاک و با اخلاق بودن میکردم اما فکر کنم همونطور که ادوارز در کتاب ماهیت فضیلت واقعی میگه این کار اساسا از روی خودخواهیه یعنی شاید از خدا اطاعت کنم اما برای خودم این کار رو میکنم در واقع نه به خاطر خدا بلکه به خاطر خودم این کار رو میکنم چون میخوام به یه چیزی برسم اما وقتی انجیل رو درک قضیه کاملا متفاوت میشه اون وقت دیگه انگیزه ما ترس نیست بلکه هدف ما خوشنود کردن اوست و این لزوما به این معنا نیست که ما انگیزه های مثبتی برای انجام این کار داریم بلکه به این معناست که اطاعت ما بی قید شرط خواهد بود دیگه به این فکر نمی کنیم که قراره چی آیدمون بشه بلکه فقط می خواهیم کسی که نجاتمون داده رو خوشنود کنیم و به کسی که مشتاق پیروی از او هستیم احترام بذاریم در کتاب راز انجیل از تقدس از والتر مارشال اینطور اومده که برای اجرای شریعت شما به تسلای انجیل نیاز دارید و این همون چیزیه که من میخوام بگم بله وقتی در مورد سومین کاربرد شریعت یا قداست صحبت میکنیم یا عدالت خارجی و خلوص نیت باله. و انگیزه های درست دقیقا اینها رو با چه چیزی میتونیم مطابقت بدیم اینا در واقع قوانین مشروع عهد عتیق به حساب نمیان وقتی بله. حرف شریعت میزنی عهد جدید در مورد درست. شریعت مسیح صحبت درست. میکنه درسته اینا اینا خب ممکنه کمی با هم فرق کنن میدونی پریس بیتاریان ها گاهی این تفاوت رو اون جوری که باید تشخیص نمیدن اما شریعت موسا عموما شامل این شریعت های مرسوم بوده و ما معتقدیم که توسط مسیح کامل شده نه اینکه منسوخ شده باشه مسیح اون رو کامل کرد پس امروز که به مسیح ایمان دارم نیازی ندارم که به دنبال پاک شدن باشم من در او پاک هستم بنابراین شریعت توسط مسیح کامل شده اصول اخلاقی که در عهد جدید به عنوان شریعت مسیح بازگو شده در ام. واقع ادامه ده فرمان عهد عتیق هستن و مر و به اطاعت میکنن میخوام این مطلب رو از زبان کالوین نخ کنم او میگه هر کدوم از ده فرمان در واقع به ام. یک نگرش قلبی و درونی مربوط میشن بنابراین وقتی میگه قتل نکن یعنی درسته. همسایت رو محبت کن به خاطر همینه که ایشون میگه پیروی از شریعت مستلزم ایجاد یک تغییر درونی هستش بله درسته پس ما اصل پارساش مردگی رو دوست داریم البته چون خدا یک پارسای بیگانه رو به ما نسبت میده درسته تنها به واسطه ایمان تنها این و استانداردهای وست مینیستر میگه ایمان قابل قبول هرگز تنها نیست هم. بلکه همیشه همراه با فیض و رحمت هست درسته. حالا از نظر تو و تفاوت بین الزام پارسا مردگی و تقدس در چیست؟ آیا هر دوی اینها برای نجات نهایی ضروری هستن؟ اگه هستن آیا اهمیتشون در یک سطحه؟ من فکر میکنم خیلی ها در این مورد دوچاره درست سوء برداشت میشن و من میگم من میدونم گناهکارم و نیاز دارم که بخشیده بشم من نیاز دارم که پارسا شمرده بشم پس ایمان میارم اما بعد سر و کله یک کشیش مثل پایپر پیدا میشه که میگه امه. یک قداستی وجود داره که بدون اون نمیتونید با خداوند ملاقات کنید در واقع میخوام اینو بگم که رفتارها و رویکردهایی وجود دارن که اگر بر اونها پافشاری کنید به جهنم میرید بعد اونا میگن من فکر میکردم فقط به واسطه ایمان پارسا شمرده شدم پاسخ تو به چه من برمیگردم به حرفی که خود زدی ما به واسطه ایمان نجات یافته اما درست این ایمان به تنهایی کافی نیست من به عنوان یک کشیش فکر می کنم بهتر باشه موضوع رو به این شکل برای مردم توضیح بدم شما به واسطه ایمان نجات یافتید نه به واسطه قدوسیت خودتون اما اگر در قدوسیت روشن صاحب ایمان نجات بخش نخواهید بود آه. ایمان نجات بخش به این شکل مشخص میشه در واقع تقدس یکی از نشانه های نجات است نه دلیلش اخیرا داشتم مطلبی رو از والتر مارشال میخوندم که میگفت این حرف خیلی خطرناکه که بگیم ما تنها به واسطه ایمانمون نجات میابیم ما با اعمالمون تقدیس میشیم این موضوع باید به شکلی تعلیم داده بشه که مردم بدونن این که ما نجات یافتیم یعنی گناهمون بخشیده شده اما الان باید خوب زندگی کنیم این تنها نیمی از پروسه تقدس هست مسیح گناهان ما رو دوش گرفت اما این ما هستیم که باید به پارسایی برسیم به ما فرصت داده شده که از نو شروع کنیم از نظر من خیلی بده که یه از مسیحیان در مورد پارسایی اینطور فکر میکنن میگن تقدس یعنی خود از ما راضی باشه اما باید بگم نه پارسا شمردگی به معنای پارسایی منتصب نیست تقدس فقط یه نشون است خب بر اساس کلام یعقوب این یک نشانه است چون اگر ایمان شما باعث ایجاد تغییر و باعث ایجاد محبت نمیشه پس واقع این درست این همون چیزی است که غلاطیان پنجش میگه نه ختن اهمیتی دارد نه ختن ناشدگی بلکه مهم ایمانی است که از راه محبت دلسته. عمل می کند آیا میتونی بر اساس اصول روانشناسی و توضیح که ایمان چطور از راه محبت اجازه عمل اجازه بده وقت بیشتری برای این موضوع بذاریم چون خیلی مهمه نمیخوام به این صورت به این موضوع خاتمه بدیم چند سال پیش من با خانومی هم صحبت شدم که هنوز ایمان دار. ایماندار نبود این تنها بخش از جوابه اون خانم ایماندار نبود اما به این نتیجه رسیده بود که تنها با ایمان و فیض نجات پیدا میکنه البته نه با اعمالش اون میگفت من سالها پیش کلیسا میرفتم اما هیچ وقت توی کلیسا اینو نشنیدم که ما به واسطه ایمان و فیض نجات پیدا میکنیم فقط اینو شنیدم که ما با اعمال خوبمون نجات پیدا میکنیم اون خانم میگفت چرا من هیچ وقت اینو نشنیدم چرا کلیساها اینو تعلیم نمیدن خوشبختانه به فیض خدا ما خادمین خیلی خوشحال میشیم وقتی با چنین سوالاتی رو برو میشیم بعد به اون خانم گفتم شما چی فکر میکنید؟ <applause> اون گفت خیلی ترسناکیه گفتم چرا؟ گفت اگه ما به واسطه اعمالمون نجات پیدا میکنیم محدودیتی برای سوالات خدا وجود داره مثل پرداخت مالیات میمونه وقتی شما مالیات و بدهی خودتون رو پرداخت میکنید ممکنه سوالاتی از شما پرسیده بشه نه هر سالی اما اگر با فیض خدا و به کمک عیسی نجات پیدا میکنیم محدودیتی نیست و اطاعت ما بی قید و شرط خواهد بود بعد من به اون خانم نگاه کردم و گفتم شما میدونید که اکثر مردم وقتی میشنوند که ما تنها به واسطه فیض خدا نجات یافته ایم نه با اعمالمون میگن خب این عالیه چون میتونیم هر جور دلمون میخواد زندگی کنیم اما در مورد اون خانم من فکر میکنم که اون در همون زمان هم نجات یافته بود چون وقتی به عقب برمیگردیم میبینیم اون فقط ایمانش رو اعلام نکرده بود اما مجده انجیل رو به خوبی درک کرده بود اون میگفت که اگر ما از لحاظ روانشناسی اینو امه. درک کنیم که به واسطه فیض خدا نجات پیدا کردیم میفهمیم که همه چیز رو مدیون اونیم این فقط یه نکته روانشناسی است که باید درک بشه فقط همین امه. اگر به پارسا شمردگی رایگان خودتون و پر برای خدا توجه کنید فورا به خودتون میگید من حق ندارم این کارو بکنم من باید به گفته خدا عمل کنم درسته بذار همینجا مکس کنیم تو گفتی ما همه چیز رو به اون و, بله، و من آه. قبلا از این واژه مدیون بودن با مفهوم بدش استفاده کردم و من اینو شنیدن مستقیم از خودت شنیدم چنیدم. اما به گوشم رسید که گفتی من منظور پایپر رو درسته. نمیشم وقتی چنین حرفی رو شنیدم درست همونجا بود که یه جرقه توی ذهن من خورد و من مطمئنم تو امین میدونی که ما به خدا بدهکار نیستیم اما مردم ممکن این جمله رو بد <تصفح> اینکه من همه چیز رو به <تصفح> خب این طور در گذشته اینطور بوده اما الان شده. بله دقیقاً بله منظور منم یه هم توضیح داره یه جایی از خدمات مخشفه. در کتاب مؤسسات مسیحی است که همین دو شب پیش داشتم میخوندمش. در این بخش از کتاب کالوین میگه که از اون جایی که ما نابینا هستیم میگه ما باید از خدا اطاعت کنیم تنها به خاطر زیبایی و نیکویی او از این عبارت خیلی خوشم میاد اما از اون جایی که ما نابینا هستیم خدا مجبوره که به ما پاداش و جزا بده و بعد بعد از اون میگه فکر کنم در کتاب دو بخش هفت هست که میگه ما همچنین مدیون عظمت او هستیم اینجا داره در مورد این حقیقت صحبت میکنه که ما همه چیز رو به اون مدیونیم همچنین میگه پرداخت این دین مستحقه پاداشه بنابراین اون نمیگه اگه از من اطاعت کنید من برکتتون میدم در صورتی که این حق اوست او اینجا از واژه دین استفاده میکنه پیشنهاد میکنم بعد یه نگاهی بهش بندازی اون نمیگه مدیون فیض او بلکه میگه مدیون عظمت او و بعد میگه ما باید خدا را تنها به دلیل زیبایی وجود او و ماهیت او اطاعت کنیم ما در انجیل شاهد زیبایی کاری هستیم که او برای ما کرد یعنی محبت کردن و قربانی شدن فقط به خاطر اینکه او خالق ماست من زیبایی قداست او رو میبینم و اینطور باید منظور واقعی ما برسونم که میگم به او مدیونم یعنی اون لایق اینه میخوام بگم که به خاطر زیبایی و عظمت هویتش هست که لایق اینه بله من هم موافقم وقتی که حرف از مدیون بودن میزنیم این تصور به وجود میاد که او به ما چیزی داده و حالا ما باید بهش پس بدیم بذارید اینطور بگم که موسیقی عالی لایق ستایشه یه کار باشکوه ستایش ها رو به سمت خودش جذب میکنه این چیزیه که درسته. سعی دارم بهش برسم بله. درسته, بله درسته. دو تا موضوع توی ذهنم هست که نمیدونم اول کدوم مطرح کنم یکی این که چطور میشه به مردم کمک کرد که مفهوم این دین و اشتباه برداشت نکنه بله. و موضوع بعد این هست که منظور ما از این که میگیم ما به از او مدیونیم یا یا سازگاری آره که ادواردز بله. از اون صحبت سازگاری میتونه می واژه بهتری می باشه اول به موضوع قبل بپردازیم و بعد به این یکی اما من با واژه سازگاری بیشتر موافقم بله. چیزی که تو گفتی خب وقتی وقتی پولس میگه به فیض خدا آنچه هستم هستم و فیض اون نسبت به من بی نبوده است من از همه آنها سختتر کار کردم من امه. فکر می کنم این همون قداسته این یعنی من کارهای خوب انجام دادم من کار درست رو انجام دادم من از همه آنها سختتر کار کردم و بعد میگه اما نخودم خودم بلکه آن فیض خدا امه. که با من است حالا تصور من اینه که پولس فیض خدا رو دریافت کرده چون میگه به فیض خدا آنچه هستم هستم پس با فیض خدا او تبدیل به انسان جدید شده و امیال او تغییر کرده اما وقتی به این فکر میکنه که چطور باید به این موضوع پاسخ بده میگه من باید برای خدمت به عیسی تلاش کنم درسته و بعد میگه اما نه خودم بلکه آن فیض خدا که با من است پس, پس منظور از دین در واقع این هست اون میگه من باید برای عیسی یه قدم بردارم و بعد میگه من این قدم و با فیض ایسا برداشتم پس هر قدمی که ما داریم برای اطاعت از ایسا برمیداریم یعنی درسته. داریم بیشتر زیر دین میریم درسته پس, ده ده درست. پس مدیون فیض او بودن یک اتفاق العاده. است درست. مادامی که داریم از او اطاعت میکنیم چون ما قراره تا همیشه در همین مسیر پیش بریم ببین من فکر میکنم وقتی ما ما میگیم مدیون فیض او هستیم یه جورایی به این مفهوم میرسیم که او همه این کارها رو برای ما کرده و حالا ما باید برای اون زندگی کنیم این همون است که اون اون خانم می اینکه من باید این شرایط رو تغییر بدم چون اون همه این کار رو برای من کرده و من همه چیزم رو به اون مدیونم اما موضوع من فقط این نیست درسته این میتونه یه باز پرداخت باشه اما من این ایده ناسازگار بودن رو دوست ندارم ناسازگار بودن یعنی یعنی اینکه من چیزی را از کسی دریافت کنم اما در مقابل پاسخ مناسبی به اون ندارم درست ولی ولی سازگاری در مورد یک انسان معمولی اینطور نیست <applause> انگار از نظر زیبایی شنایی جور در نمیاد <applause> بله فکر میکنم سازگاری پرستش در مزمور پنج و سه اومده در بله مزمور... سازگاری مزمور سی و سه هم یک جا در مورد پرستش پرستش او با سرودهای زیبا و سازگار سرود بله کاملا موافقم